زمان ظهور امام عصر علیه السلام، کمال الدین صدوق علیه الرحمه، مهدی منتظر سلام الله علیه، غیبت نعمانی رحمت الله علیه، کتب دیگرمون پره. زمان ظهور اولین طائفه‌ای رو که امام عصر علیه السلام محاجه میکنه با ایشون اهل خلافن، اهل سنت و قبول نمیکنن. اولین طائفه‌ای در دنیا که میان تشیع قبول میکنن مسیحیته، چون طبق آداب دین خودشون. حال کار ندیم الان 26 هفنو انجیله تحریف شده، 17 هفنو توراته، قرآن یکی مونده، اما حقیقت رو قبول میکنن چون طبق دین خودشون نکاح کردن و ازدواج کردن، حلال زادن طبق دین خودشون. خوب دقت کنید، این مقدمه رو عرض میکنم. اما در مورد دشمنان اهل بیت میگیم خوب بعضی حرفا باید بدونیم تاریخه، چطور میخونیم هخامنشیان چه کردن، اشکانیان چه کردن، خوارزمیان چه کردن، کوروش چه کرده. ها، نسبت به تاریخ ائمه علیه السلام میخوام صحبت کنیم، بحث در تبادل نظره نه در امورات دیگر. مفرماید وقتی دیدید با ما میونه ای نداره، یا نطفه ایراد داشته یا لقمه ایراد داشته، دیگه نگید. بفرموده حاج فیض رجب برسی علیه رحمت و رضوان در مشارق الانوار که این حیطان دار ابیه قصار، دیوار خونه باباش کوتاه بود، میگید حرفای شماست، روایاتو ببینید. بشارت المصطفی لشیعه المرتضی سلام الله علیهم، یک کتاب جلد 68 بحار چاپ بیروت، باب فضائل الشیعه، باب الصفع عن الشیعه، نگاه کن. معالم الزلفا فی النشأة الاولى والاخرى جلد دوم، مرحوم بحرانی. بصائر الدرجات ابن فروخ ابو الحسن الصفار در قم دفنه، از اصحاب کبار ائمه علیهم السلام و کتب دیگه. ببینید کسی میونش با اهل بیت خوب نیست، چرا؟ روایاتو ببینید، کسی میونش با اهل بیت خوبه، چرا؟ این که رفت و چهار قدم به طرف روزه برمیداره، میل به کربلا داره، میل داره دسته میره دو قدم دنبالش بره، چشمش به گنبد بارگاه میفته، دست رو سینش میذاره، اینا مال چیه؟ این که میلی به این حرفا نداره مال چیه؟ همین جور که نشده، خلق کنه بریزه بیرون بلا تکلیف. مقدمه مناقب ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب علیه السلام، ابن شهرآشوب از اجلاء علمای شیعه رضوان الله تعالی علیه. مقدمه نسخه خطی کتابخانه جامع اصفهان، نه در چاپی. به زمان امام صادق علیه السلام دیدن شاگرده دارن زیاد میشن، گفتن هر کی حکومتی ها گفتن رفت درس امام صادق علیه السلام 100 درهم ازش بگیرید، تبلیغات سوئه دیگه، نره کسی درس، پول کسی نداره 100 ضربه بهش کتک بزنه، خب دیگه کسی حواس درس خوندن نمی کنه. از اون ور مزایا میدن، بون میدن، نمیدونم مسکن میدن، توجه این وام ازدواج میدن، مثلا چیزهای دیگه می این برد بچه درس بخونه، دینی وام ازدواج زن قسطی باید بچه بگیره بنده خود، اون باید کار انجام. حال این چطور شد برعکس؟ درس ابو حنیفه کسی رفت 100 درهم بهش بدید. ابو حنیفه هم که 2 سال شاگرد امام صادق علیه السلام بود، حکومت دید به درد میخوره، جلو اهل بیت علمش کنه، دکون و دستگاه براش وا کنه، مذهب جبرم آورد، خیال حکومت راحت کرد، گفت ما هر کار میکنیم خدا خواست، فلانی دزدی کرده خدا خواست، فلانی آدم کشته خدا خواست، فلانی سر کار تو حکومت ظلم میکنه شلاق میزنه فلان خدا خواسته، تموم شد. جبر شیعه نظرش نیست، امر بین الامرین، لا الجبر ولا التفویض بل امر بین الامر. روایاتش در اصول کافی کتب اعتقاداتون پر، اختیار داده خدا، انا هدیناهم السبیل اما شاکرن و اما کفورا، اجبار نمیکنه خدا، راه رو نشون داد. یکی میشه شمر بن زل جوشن، میشه کی؟ میشه حبیب ابن مظاهر علیه رحمه، راه واضحه. خب یکی از شیعان نگاه کردید پول نداره چیکار کنیم؟ گو اول میریم درس ابو حنیفه 100 درهم رو میگیریم، خب شیعه است دیگه باید زرنگ باشه، بعد میریم درس امام صادق علیه السلام، نه کتکر خوردی، یه چند قدم رفت طرف درس ابو حنیفه، برگشت، رفت برگشت، دو بار سه آخکاری اومد گفت شاید آقا با این پول راضی نباشه، اومد کتکر خورد رفت درس امام صادق علیه السلام، درس تمام شد، اومدن جماعت پاشن برن، آقا فرمود فلانی بمونه، هم کی رفته بود با پول غیر حلال بیاد درس، آقا فرمود امر بفرمود ابن رسول الله این شخص، گفت اگر مادرت رفته بود تو هم رفته بودی. حدیثو ببینید، عرض کرد جعلنی الله فداک، خدا منو فدای شما کنه، چی بود قضیه؟ حال برای عبارت عرض میکنم، معذرت بخوام تکه به بعدو، گفت تو نبودی حضرت فرمود، باباتم از کشاورزی اومده بود، خسته و کوفته افتاده بود، یه مهمون جوانی هم شب داشتید،
مادرت هم اون شب خلاصه هوسته پیتزای چیزی کرده بود خلاصه فیلش یاد هندوستان کرد. هی پاشو چند قدم طرف اتاق مهمانتون رفت برگش، هی رفت برگش، گفت حرامه، رفت برگش. به همین سه باری تو رفتی و برگشتی، آخکاری رفت با پدرت هم بستر شد، تو کاشته شدی. اگر مادرت اون چند تا قدمم نرفته بود طرف حرام، ای چند قدم و طرف مجلس ابو حنیفه نمی رفتی. اینه که امام صادق علیه السلام فرمود بعد از هر نمازتون به پدر و مادرتون دعا کنید، حیان و میتن، که دستای ما رو گرفتن توی مجالس. یه چایی بهمون دادن تمام شد، یه چایی روزه سید الشهدا علیه السلام، که حالا نام مبارکشون برده بشی منقلب بشی، بحث مال جای دیگره. نهام خودمی بساطه، بعد خمیر مایه پاک باشه تا محبت بدن. مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه از بزرگان و از علمای تشیع بوده، این روزهای جمعه بیش از 1000 نفر از اصحاب انصارش که همه علاقه من بودن، روزهای جمعه دعای ندبه میخوندن، میرفت در بیابون فریاد میزدن، دعای ندبه رو میخوندن، استغاثه میکردن و برای فرج اون حضرت دعا میکردن. یکی از روزها مرحوم علامه خیلی دیگه ناله میزنه، گریه میکنه، اینها عرض میکنه که آقا حجت ابن الحسن شما 313 نفر میخوای، ما شنیدیم طبق روایت که اگر 313 نفر یاور خاص داشته باشید قیام میکنید، ما 1000 نفر برای شما اینجا آماده کردیم، 1000 نفر الان آماده هستن، چرا نمیای آقا، چرا تشریف نمیاری؟ به محض این که مرحوم علامه این حرف میزنه، پیغام میرسه از طرف حضرت براش که علامه، همه این 1000 نفر رو که میگی منتظر هستند و ظهور ما رو میخوان و در رکاب ما شمشیر میزنند، همه اینا رو فرد شب بگو که نماز مغرب شا رو در خانه شما باشن. خانه های اونا مخصوصا عرب ها، مخصوصا اون قدیم، اینجوری خانه ها خیلی بزرگ بوده، را پله های پشت بونشون هم از تو حیات پله میخورد میرفت بالا رو پشت بون. ضمناً 2 تا بز را هم بگیر روی پشت بام خانت اونجا ببند باشه که ما به او احتیاج داریم، موقعش میگیم برای چیه، ولی این رو غیر از خودت کسی نباید بدونه، فقط شما باید بدونی، حتی خانوادت هم متوجه این نکته نشه. چشم قربان، این کاری میکنم. خبر آقا به سرعت تو این عده منتظرین 1000 نفر میپیچه، اینا با ذوق و شوق تمام قبل از مغرب همه در منزل علامه جمع میشن، صف نماز جماعت تشکیل میشه، خود مرحوم علامه میاد تو محراب میشینه که ها الان نماز مغرب است و نماز مغرب بخوانند و آقا فرمودن که تشریف میاره. مغرب میشه الله اکبر، مرحوم علامه بلند میشه و نماز مغرب رو میخونه. همین که میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همه متوجه میشن، یک وهم میبینن که وجود مقدس بقیت الله قطب عالم امکان در حیات آمد تو، یه دست مبارکشو به این طرف در، یه دست به این طرف در، یک نگاه عمیق اینجور به تمام این جمعیت کرد، همه مات و مبهوت مثل میخ سر جاشون، کسی قدرت تکو خوردن نداره، حتی قدرت حرف زدن هم نداره، همه نگاه کردن وجود مقدس آقا رو دیدن. بعد از این که همه دیدن، آقا سرشون رو پایین انداختن، از اون کنار از پله های پشت بون رفتن بالا. رو پشت بون که رسیدن، یک جوان قصابی توی این جمعیت بود، او رو به اسم حضرت صدا کردن، اون بلند شد و رفت بالا، به سرعت رفت بالا. آقا بهش فرمودن که یکی از این بزار رو جلو ناودان بسمل کن، اونم فوری اطاعت کرد و چاقوی قصابیش هم همیشه همراهش دیگه گرفت و سر بز و برید و جلو ناودان و خونا شر ریخت پایین. آقایون حضرات گفتن ای وای، این چقدر بد بود، امام وحس سرش برید، خیال کردن که سرش برید خونا مال اونه، همه شروع کردن لرزیدن. او که تمام شد، آقا صدا کردن مرحوم علامه رو، خودشو، که علامه بیا بالا. علامه بلند شد و به پابرنه دوید بالا. علامه که رفت بالا، آقا به اون جوان قصاب فرمودن بز دومو بسمل کن، اون بز دومی رو باز شروع کرد جلو ناودان بریدن، خونا ریخ پایین. اینا گفت ای وای، علامه رو هم که کشت آقا، علامه رو جایی که آقا سرش ببره دیگه تکلیف ما معلومه.
آقا مشغول صحبت شدن با مرحوم علامه، بعضی صحبت ها شروع کردن، یه ربع ده دقیقه طول دادن صحبت شد. بعد فرمود چی میگی علامه؟ داد بیداد میکنی، هی میگی که 1000 نفر شمشیر زن درست کرده. بله آقا، همینا هستن که اینجا در خدمت هستن پایین. حضرت فرمود حالا نگاه کن ببین چند نفرن. علامه اومد از بالا پشت بود نگاه کرد، دید جز یه مش گیوه پاره نعلم پاره مونده کسی دیگه نیست، همه فرار کردن، حتی یه عده پابرنه فرار کردن. خیال کردن که این خونا که نخونید خون علامه بوده و اون جوان قصاب. علامه برگشت نگاه کرد، دید آقام نیست، هیچ کس نیست، خودش تنها رو پشته بونه. اومد پایین رو دید بله، بعضی ها پابرنه فرار کردن رفتن، هیچ خبری ازشون نیست، امتحان پیش نیمده. وقتی امتحان که پیش اومد، اون وقت معلوم میشه که کی مرد کاره و کی راست میگه. خدا وکیلی دلت هواش نمیکنه، خدا وکیلی هفته به هفته ماه به ماه میگی آقا کجا میخوابه، آقا چی میخوره. امام عسکری فرمودن پسرم برو تو بیابونا، آقا همه سرگردان بیابوناست، هیچ فکر کرده ای آقا سرماز مسون کجاست؟ آل یاسین میخونی؟ دعای عهد میخونی؟ اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على دعای عهده جعلته على عبادك حتما مغزیا فاخرجی من قبری معتذرا کفنی. خدا اگه مردم و آقا نیومد، وقتی اومد و ظاهر شد من از زندم کن بیام کمکش، میخونی سلام علی آلیا السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته عالم وجود خورشید و ماه و سیاره و 120 میلیارد کهکشان درخت ها سیب زمینی پیاز نخود لوبیا عدس ماش گلابی سی پرتقال گوسفند گاب شتر بشر انسان عالم وجود مربیش حجت ابن الحسن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، اون کسی که منو در رحم منو شما در رحم مادرمون به سلامت به دنیا آورده تا اینجا آورده است، به یمنه روز قلورا آبی که میخوری صدقه سر اوست، غذایی که میخوری صدقه سر اوست، نفسی که میکشی مال اوست، هوایی که نفس میکشی مال اوست، صدقه سر اوست، به یمنه روز قلورا به وجود احتمال در دست ما. او رو زمین را میره و هست در کره زمین که گوسفند گوشت چاق گیرت میاد بکشی بخوری، یه مرغ گیرت میاد بکشی بخوری. او هست که زمین آرومه، اگه زمین آروم روش را میریم او هست. شرق و غرب که هست خداشا قبول ندارن، پیغمبرشا قبول ندارن، باباشا قبول ندارن، وهابی و سنی که باباش هم قبول نداره، خودش هم میگه دروغه. من تو که بچه شیعه ایم، صبح جمعه برای سلامتی صدقه دادی. حدیث صحیحه در جلد اصول کافی عربی جلد 2 باب القرآن، امام صادق است، حدیث صحیحه است. روزی یه سوره قرآن، یه قل هو الله، نمیگم یه سوره یاسین، نمیگم یه بقره، نمیگم یه نساء، نمیگم یه سوره اعراف، یه سوره قل هو الله خوندی بهش هدیه کنی. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله، هدیه به شما. آقا یا آیت الکرسی برای سلامتیش میخونی؟ ها یا آیت الکرسی. آقا قل انما انا بشر مثلكم، پیغمبر مریض شد، امیرالمومنین مریض شد، فاطمه زهرا مریض شد، به خصوص بعد از زدنش خیلی مریض شد، امام حسن امام حسین بیمار شدن، روزه گرفتن، نذر کردن، اطعام یطعمون الطعام، سوره هل اتا، روزی یه سوره هل اتا هدیه بهش بخون. وقت اگه مشکل برات در مال و بدن و اولاد و زن و خونه و کار و زندگی مود، به من لعنت کن به قرآن، به خدا راست میگم، به خدا راست میگم. امروز شد بعد از نماز صبح بگی یه سوره قرآن بخونم به امام زمان هدیه کنم، یا آیت الکرسی بخونم برای سلامت امام زمانم، این 100 تومن، این 200 تومن، این 10 تومن، این 5، این 1000 تومن، این 1000 تومن برای سلامت برای امام زمان، این 500 تومن، این 200 تومن میکنیم. آقای عاشق احمد قاضی زاهدی کدوم میشناسیدش؟ مسجد نبی اکرمه، که نبی اکرم اسمش، فلک نکوی کجا بیمارستان اونجاست، مسجد اینجا، امام جماعت اونجاست، بچه گل پایگانه، از شیوخ ملا فاضل ولایی متدین شریف، یه قلم به نور این شیخ، کتاب دارم به نام شیفتگان 3 جلده. تو این کتاب نقل میکنه، میگه حاج محمد علی فشندی اومد خونه برای خودم نقل کرد، گفت وقتی آقای امام زمان سلام الله علیه بره بیرون، دست کرد جیبش 200 ریال سعودی در آورد داد به من، فرمود حاج محمد علی 200 ریال سعودی از من بگیر، بعد از اعمال حج یه عمره برای بابا من به جا بیار، یه عمره برای بابا من به جا بیار. گفتم آقا میخوام عمره برای بابا به جا بیارم، اسم بابا چی چیه؟ فهمو اسم پدرم سید حسن بود، 26 سال زندان. گفتم آقا اسم خودت چی؟ فهمو سید مهدی. گفتم آقا جون امام زمان میاد عرفات؟ فرمود بله. گفتم تو چادر حاجیان میاد؟ فرمود نه، اما تو چادر شما میاد. گفتم چادر ما کی میاد آقا؟ فرمود اون وقتی که روحانی کاروانتون روزه عموم عباس اون وقت میاد، و اومد.
اون وقت ما وقتی که در جمع کردن من دارم کتابش رو آقا خودش بهم داد میخونم من اینا که میگم خودم تو کتابش خوندم ها خود نویسنده هم زنده است من حاج محمد الله دیده بودمش بعد انقلاب رحمت خدا رفت به نظر من وادی السلام دفنه همین وادی السلام اینجا قم ما میگم ها خاک فرج اینجا وادی السلام اینجا نه نجف اینجا دفنه به نظرم اینطوری به ذهنمه ایشونو من دیده بودمش میگه که وقتی در جمع کردن خدمت آقا رسیدم میگه صبح جمعه اومدم از اول صبح تا ظهر دعانوت بخوندم عاشورا نماز جعفر نماز امام به زمان گریه گریه یبن الحسن دیدم دو بار دیگه آب جمع کردن 50 سال قبل سال 54 خیلی شو 50 خیلی شور از تهران تهران بود خب فشند تهران میگم میمدم بیام یه کلمن آب یخ شیرین از تهران میآوردم آب شور جمع کردن نمیتونستم بخورم میآوردم تا زور شد به خانمم جمع کردن 50 سال قبل دو تا اتاق بود اونا که سنشون به سن منه یادشونه دو تا اتاقی بود کنار هم بود اتاق کوچیکی بود کنار هم بود که الان کنار محراب قرار گرفته مسجد سابق مسجد کنار قدیم همون فقط کوچیکه جلوه گفت به خانمم گفتم خانم پاشو بریم آقا دیگه به ما نظر نداره خسته شدم از اونجا اومدم بیرون دیدم یه آقای از دامن صحرا داره میاد به خانمم گفتم خانم این آقا رو میبینی داره میاد گفت آره گفتم من به دلم افتاد که آقا تشنه است یه لیوان آب ریز بهش بدم یه لیوان آب خنک شیرین از تهران ریخت تو لیوان رفتم جلو سلامش کردم گفتم علیکم السلام حاج محمد علی خسته نباشی بابا گفتم آقا تشنه فرمود بله تشنمه گفتم بفرمایید آقا آب هم خنکه هم آب شور جمع کلان نیست از تهران آوردم بفرمایید لیوان آب گرفت از من وقتی نوشید خیال کرد تو چشماش رفت این چش آب ریخ به از چشمش اشک ریخ به محاسنش و به سینش و فرمود صلی الله علیک یا ابا عبدالله لعن الله من حال بینک و بین ماء الفرات جوونا تو این کتاب نوشته میگه حاج محمد آقا میفرماد حاج محمد علی برای خودم نکرد گواش احمد وقتی آقا لیوان آبا میل فرمود و گریه کرد و سلام با آقا داد رفت لیوان رو بده دست من فرمود حاج محمد علی شیعیان من به اندازه لیوان آب به یاد من نیستن آقا گله داره از ما به یادش نیستیم کدومتون گفتید هر یک بزرگی اگر معتمد و معتبر نبود رو منبر در جمع مؤمنین اینا زمان داره من اگه دروغ به شما بگم روی قیامت باید جواب وقت دا بدم زامن وقت دم مشغول ذمت میشم یک بزرگی به من فرمودن که آقا را دیدم حالا خواب بوده مکاشفه بوده بالاخره گفتم آقا ماشاءالله جوانام و جمعیت خوب میان جمع کردن فرمود بله خیلی میان اما هیچ کدوم مال من که نمیان یکی میاد کفشاش گم شده یکی میاد زنش یکی میاد بچش مریضه یکی میاد خونه میخواد یکی میاد ننش مریضه یکی میاد کار میخواد یکی نمیاد بگه یبن الحسن کجای بابا آقا کجا میان لیت شعر عین استقرت به چند نوا از وا ام زی تو وا ام غیرها کجا کدوم بیابونی کدوم بیابونی عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا بر من سخت همه را میبینم جز تو آقا بشره زنده است تو ماست دیدنیه امام صادق فرمود یحضر مجالسکم یت افروشکم تو مجالس شما میاد بغلتون میشینه رو فرشادون را میره وقتی آقا میاد هر کی میبینه میگه اینه خودم دیده بودمش کجا دیده بودیش تو سینما و پارک و پا تلویزیون که ندیدیش تو حرم امت حضرت معصومه دیدیش سلامش هم کردی چه بسا سلامش هم نکردی تو حرم ابی عبدالله دیدیش کنار قبر امام حسین دیدیش اربعین آقا کربلا بود اونجا دیدیش اما نشناختیش جوونا دستت از دست بابا در بی بچه اگر تو برف و یخ و گل و شل کوچه و خیابون اگه دست از دست بابا در آورد سر میخوره زمین ها دست از دست مهدی در نیاری ها تا عاقبت بخیر بشی از این فتنه های آخر زمان.